دوستان من به کانال من خوش اومدین. امروز سارا دوباره یه ویدیوی جدید داره. یه سری ماجرا پیش اومد که حالا بعدا تو ویدیوهای بعدی که برگشتم لندن براتون رو همه رو توضیح میدم و ویدیوهاشو میذارم، ولی امروز میرم سر وقت موضوع اصلیمون که لوازم آرایش است. میدونی که ما یک برنامه لوازم آرایش داشتیم که تقریبا از 2 هفته پیش شروع شده و این برنامه همچنان ادامه داره و امروز میخوام در مورد یک گروه از رژها صحبت کنم. رژهای مارک نیکس هستش. اینها به 36 رنگ اصلی مارک نیکس هستش که در این گروه جا گرفته. سایز هاش خیلی بزرگ نیست، خیلی هم کوچیک، حالت اشامپیون هم نیستش، یک سایز متوسط هستش. رنگ ها به مات هستن، یعنی بعد از اینکه رو لب میشینن حالت براقی ندارن و به قول معروف شاینی نیستن. حالا خواسته شده که من اینها رو در موردش صحبت کنم و نظرم رو در موردش بگم. استفاده نکردم تا همین الان که مقابل دوربین هستم و یک رنگ نارنجیش رو اینجا انتخاب کردم که به هماهنگ باشه با رنگ لباسم. این رو روی لبم میزنم و بهتون در مورد تستش نظرم رو میگم. روژ لبی که الان روی لب من هستش از مارک کلارینس هستش و یه حالت شاینی هم داره، ولی رنگش یه حالت قرمز تا نارنجی. حالا اینو پاک میکنم و این رژ نارنجی رو میزنم. هیچ شماره ای هم نداره. حالا بعدا اینها رو نگاه میکنم، از روی شماره هاش بهتون میگم. واقعا از زمانی که رژ رو روی لب میزنیم اون حالت ماتی وجود داره. روژ خوبی هست، باید یک چند دقیقه صبر کنم تا ببینم که بعد از اینکه این رنگ از روی حالت آبکیش رو پوستم خوش میشه آیا اذیتم میکنه یا نه. بار از روژهای به این حالت از مارک بادیشاپ خرید کردم و واقعا روژهاش یک فاجعه بود. یعنی وقتی که روژ رو لبت میزدی روغ لبت براق و حالت چرب داشت، ولی بعد از 10 دقیقه خوش میشد و شروع میشد به تیکه تیکه شدن، یک چیز وحشتناکی. یعنی اون گروه از روژها مستقیم دور انداخته شد چون واقعا به درد نمیخورد. مادر من زیاد از روژهای مایع استفاده نمیکنم کلا بعد از اون تجربه، ولی وقتی که از مارک نارس خرید کردم دیدم نه فرق میکنه. یعنی روی لب خوش نمیشه، خیلی حالت بدی نداره و فکر کردم که اون محصول بادیشاپ شد. اون گروه روش ها روش های خوبی نبودن. خب نه، روشش خوب هستش. یک رنگ نارنجی خیلی خوشگل داره و حالت مات هست و واقعا عالی است. حالا با هم دیگه میریم سر وقت یک رنگ دیگهش ببینیم که چطور است. من اینو پاک میکنم. به رنگ های به گروه خانواده رنگ هایی که حالت صورتی مایه به قهوه‌ای یا کالباسی گفته میشه شروع میشه، میره تا رنگ های بنفش و حتی سیاه رنگ. خب حالا ما توی این گروه از یک رنگ بنفش استفاده میکنیم. این بنفش رو تست میکنم و ببینم که رژ بنفش چطور هستش. Thank you.
رژ بنفش پررنگ هستش. خب باید این رو با یک سایه خاص استفاده کرد، با لباس خاص. حالت الان حالت چربی رو داره، ولی باید صبر کنم تا خوش بشه و نتیجه رو اون موقع ببینم. ولی به نظر من خیلی حالت روغنی داره، اینقدر حالت اویلی رو من دوست ندارم تو روش. ولی حالا یه چند دقیقه صبر کنیم ببینیم چطور میشه. زیاد خریدار محصولات نیکس نبودم، یعنی زیاد خرید نمی کنم از محصولات نیکس، چون یکی دو بار که مدادای ابروش رو خریدم خیلی خوش بود و خیلی اذیت میکرد و زیاد به نظرم کوالیتی خوبی نداشت. ولی الان فکر کنم که روش‌هاش خوب هست، به خصوص برای کسانی که اهل روش‌های خیلی روغنی هستن و دائم لب‌هاشون پوسته پوسته میشه، یا کسانی که پوسته خیلی چرب دارن، فکر میکنم که این میتونه یک انتخاب خیلی خوب باشه. ولی برای من هیچ وقت نمیرم همچین روشی رو بخرم، چون فوق‌العاده روغنی هست عزیزان، فوق‌العاده روغنی هست. این حالت درسته که حالت مات رو ایجاد میکنه، ولی اون حالت چربی زیاد، انگار که غذا خورده باشی و اون چربی غذا رو لب بمونه، اون حالت رو داره و من زیاد خوشم نمیاد. نه خیلی. این بار واسه فان و جالب بودن موضوع میخوام از یک پروژه سیاه رنگ استفاده کنم. نمیدونم کنم باید اول همی هم زده بشه، شاید روغن و رنگ از هم دیگه جدا میشن، شاید به خاطر اینه که یه خورده خیلی اویلی شد. یک رنگ بنفش تیره است، هم از رنگ بنفش خیلی تیره که به شدت تیرگیش خیلی زیاد هست. جالبه، این رنگ هم خیلی رنگ جالبیه. من فکر کنم تو رژ قبلی که حالت بنفش داشت، بخاطر اینکه خوب تکون ندادم، بیشتر حالت روغنی شده بود و بخاطر همین یه خورده اون حالت چرب رو داشت. ولی الان این رژ چون همش زدم، ببینید هم حالت براقیتش از بین رفت، حالت خوش داره، ولی چربیش به هر حال باز هم زیاد هست، خیلی مقدار اویلش زیاد است. بس میتونه یک انتخاب خوب برای عزیزانی باشه که پوستهای خیلی 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 خشک دارن. حالا با واسه فان از یک رنگ دیگه هم استفاده میکنم برای فاینال. راحت هم پاک میشه. روشهایی که پاک میشن خیلی راحتتر پاک میشن و ماندگاری ندارن، از نظر سلامتی روشهای خیلی خوبی هستن، به خاطر اینکه حاوی سرب کمتری هستن و کمتر به بدن ما آسیب میرسونن. رنگ سبز میخوام استفاده کنم، حالا برای یک برنامه خاص شاید بشه از رنگ سبز استفاده کرد. اینو استفاده میکنم ببینم چطور میشه.
روژ سبز رنگ. نمیدونم آدم واقعا چه وقتی باید از این روژ استفاده کنه، شاید برای یک برنامه پارتی شبانه میتونه یک انتخاب خوب باشه، ولی خب دیگه اینم یه تست بود با رنگ سبز. به هر حال این 36 رنگ داره، یعنی هر رنگ از خاکستری گرفته تا انواع اقسام بنفش ها، قرمز ها، صورتی، خانواده صورتی در رنگ های مختلف، به هر حال 36 رنگه. این انتخاب همونطور که از اول ویدیو بهتون نشون دادم، برای کسانی که خیلی اهل داشتن روش‌های مختلف هستن، فکر میکنم که داشتن این پلت براشون برای یک سالشون کافی باشه که روش داشته باشن. به هر حال من کسی که اینها رو تست کردم نمیخرم این روش رو، به خاطر اینکه این چربی که توش هست رو دوست ندارم، و اینکه ولی ماتیش خیلی خوب بود چون حتی براق نداره. ولی برای کسانی که پوستای خشک دارن و خیلی دوست دارن یک حالت اویری رو لبشون باشه، فکر میکنم که این مارک روژ مایه نیکس میتونه یک انتخاب خیلی خوب برای عزیزان باشه. از این دوی امروز عزیزان برنامه تموم شد، امیدوارم که مورد توجهتون بوده باشه، و اینکه اگه برنامه رو دوست داشتین خوشحال میشم اگه برام لایک کنین، نقطه نظراتتون رو لطفاً واسم بنویسین، و اینکه اگه دفعه اولی هست که این ویدیو رو میبینین خوشحال میشم برام سابسکرایب کنین، یادتون نره اون دکمه قرمز رنگ پایین ویدیو. به هر حال من لینک تمام این روش‌ها رو در زیر ویدیو براتون میذارم، توی اون باکسی که زیر ویدیو هست وقتی دارم یه چیزی رو توضیح میدم زیرش نوشته شده، شما رو هر کدوم از اونها کلیک کنین باز میشه سایت، قیمت ها، و اینکه نکته آخری که میخواستم بگم این که یک سری جاها رفتم که اجازه فیلم برداری بهمون ندادن عزیزان به خاطر شرایط اونجا، و موند اینجوری و من رفتم یک کشور دیگه برگشتم و نتونستم از اون صحنه ها فیلم برداری کنم، اونا به خاطر اینکه اجازه ندادن. حالا سعی میکنم جاهایی برم که بتونم دوربین ببرم و فیلم برداری کنم و ویدیو رو بعد از برگشت به لندن براتون بذارم. خیلی دوستتون دارم، همیشه در قلب من هستین، همیشه به فکرتون هستم، و اینکه همیشه براتون دعا میکنم که موفق و پیروز باشین. تا ویدیو بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.